کارمندان دولتی به گونه گسترده در غصب زمین همراه با زمینخواران در ولایت هرات همکاری می کنند. مقام های محلی هرات می گویند اداره محلی بر اساس فرمان رئیس جمهور در تلاش شناسایی و معرفی این افراد به دادستانی است. از سوی هم شورای ولایتی هرات از دولت می خواهد تا غاصبان زمین را به کیفر برسانند و سپس زمین های غصب شده را مجددا به صاحبان اصلیشان مصادره کنند. همکارم سلیم مقیمی با شرح بیشتر در این مورد. نگرانی ها از همدستی برخی مسئولان محلی هرات با غاصبان زمین. بر بنیاد گفته های اداره محلی هرات، شماری از کارمندان رده پایین و عالی رتبه در تبانی با غاصبان ده ها جریب زمین در شهر و والیسفالی های این ولایت را غصب کردند. این مسئولان پافشاری دارند، قرار است بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی شماری از این افراد به دادستانی معرفی شوند. افرادی در بیرون اداره اقدام به غصب زمین بکنند بر همین مبنا بوده که در ادوار مختلف شما شاهد از این بودین که کارمندان و حتی بلند رتبه ادارات دولتی به اتهام غصب زمین به ادارات عدلی قضایی معرفی شدند و حتی محکوم به سپری کردن زندان شدند. غصب زمین در ولایت هرات موضوع تازه‌ای نیست. در سالهای پسین بارها این موضوع تبدیل شد به سرخط خبرهای رسانه‌های هرات. اما شورای ولایتی می‌گوید همدستی مقام‌های محلی با غاصبان زمین جفای بزرگ به حق مردم این ولایت است. به گفته شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، غاصبان زمین باید به میز محاکمه کشانده شوند و سپس زمین‌های غصب شده از نزدشان مصادره گردد. متأسفانه بعضی از اعضای دولت در غصب زمین‌ها دست دارند و یک عده غاصبین زمین اموال بیت المال را غصب می‌کنند، شهرک می‌سازند که اینا قطعاً قواله‌های جعلی می‌سازند. با این حال مسئولان محلی هرات حاضر نیستند هویت کارمندان دولتی که زمین غصب کردند را با رسانه ها شریک بسازند. اما آگاهان امور و فعالین مدنی تاکید می‌ورزند به منظور شناخت چهره های غاصبانی که از آدرس دولت در پی زمین خوری هستند باید نام آنها فاش شود تا از تلف شدن حقوق مردم پیشگیری صورت گیرد.